سلام دوستان، به کلاس درس امروز ما خوش اومدین. امروز میخواییم با چند تا ویژگی مهم گرافایی که درخت هستن آشنا بشیم. برای اینکه یادآوری بشه سریع بگیم که گرافی که درخته چجور گرافیه؟ درخت در واقع گراف همبندیه که گفتیم هیچ دوری نداره. برای مثال، این چیزی که من اینجا کشیدم یک گراف درخت است. یا به همین ترتیب این مثال دیگهی که اینجا میکشم. هر دوی این گراف همبند هستن ولی هیچ دوری ندارن و به این گراف ها گفتیم که میگیم درخت. تو این جلسه گفتیم میخواییم با هم با چند تا ویژگی مهم درخت ها آشنا بشیم. هر کدوم از ویژگی ها رو میگیم و بعد اثباتشون رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم. ویژگی اول درخت ها که من اون رو در قالب قضیه یک معرفی میکنم این هست. بین هر دو رسه دلخواه یک درخت دقیقاً یک مسیر وجود دارد. حالا بیایم با هم دیگه اثبات این رو هم ببینیم. برای اینکه این رو اثبات کنیم بیایم برگردیم به تعریف درخت. برگردیم به مقدماتی که درخت از روی اون تعریف میشه. گفتیم که درخت یک گرافیه که همبنده. درسته؟ درخت همبند است. از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم تعریف همبند بودن چی بود؟ تعریف همبند بودن این بود که بین هر دو رسته دلها دست کم یک مسیر وجود داره. در این صورته که درخت همبند میشه دیگه. دست کم باید یک مسیر بین هر دو رسته دلها وجود داشته باشه. حالا چجوری این تیکش رو ثابت میکنیم؟ گفتیم بین هر دو رسته یک درخت، حالا ثابت کنیم دست کم یه مسیر هست. حالا چجوری اثبات میکنیم که دقیقا یه مسیر هست، یعنی بیش از یک مسیر وجود نداره؟ اونم خیلی ساده. ببینید، اگه بین دو رسته یک درختی یه مسیر که گفتیم دست کم وجود داره، درسته، مثلا این مسیر، یا حالا هر طوری که این دوتا به هم متصلن، به هر حال یه مسیر میدونیم که وجود داره. ولی اگه بیش از یه مسیر وجود داشته باشه، یعنی مثلا به یه طریق یه مسیر دیگه از اینجا به اینجا وجود داشته باشه، قبول داریم که این یک دور رو تشکیل میده. تعریف دور همین بود دیگه، که از یه رسی بتونی بری دوباره به همون رس برگردی. اگه دو مسیر بین این دو رس وجود داشته باشه که دور تشکیل میشه، در نتیجه این باعث دور میشه و در تعریف درخت بود که درخت گراف همبندیه که دور نداره. پس دور یک تناقض هست و وقتی ما فرض کردیم که درخت در بین هر دو رسته بیش از یه مسیر وجود داشته باشه به تناقض خوردیم. پس این قضیه درسته و بین هر دو رسته یک درخت دقیقاً یک مسیر وجود داره. خب حالا میرسیم به ویژگی دوم گرافای درختی که اون رو تحت عنوان قضیه شماره دو من اینجا براتون می‌نویسم. قضیه دو چی میگه راجع به درخت‌ها؟ قضیه دو میگه که هر درختی که بیش از یک رأس داشته باشه دست کم دو رأس با درجه یک دارد. خب حالا ببینیم که چجوری میخوایم این قضیه رو ثابت بکنیم. ببینید، کلا یه ابزار قوی که توی اثبات گرافا خیلی موقع ها به کار میاد، اثبات از طریق استقرا هست. اگه یادتون باشه استقرا چی بود؟ استقرا، اثباتی که از طریق استقرا انجام میشه، یه پایه داره. الان پایه استقرای ما این هست اینجا که ما میخوایم ثابت کنیم درختی که اینجا گفته بیش از یک رسته که مثلا دو رست داشته باشه، این قضیه براش درسته. خب درختی که دو رأس داشته باشه، اینه دیگه، شکل دیگه‌ای که نمیتونه داشته باشه، نمیتونه فقط دو تا رأس باشه، هیچی حالی بینشون نباشه، چون وقت همبند نمیشه. در واقع این تنها درختیه که میتونه از مرتبه دو وجود داشته باشه. الان قضیه قبول داریم برای این درسته، این درخت بیش از یک رأس داره و دو رأس با درجه یک داره. پس این قضیه برای پایه استقرا درسته. حالا فرض استقرامون چیه؟ فرض می‌کنیم که این قضیه برای هر گرافی از مرتبه پی درسته. این فرض استقرا پی بر. خب و اون وقت
میخوایم اثبات کنیم که آیا قضیه برای گرافی با مرتبه پی به علاوه یک گراف درختی با مرتبه پی به علاوه یک برقرار هست یا نه. خب اینجا از این راه استفاده میکنیم برای اثباتش که بگیم برای هر گراف درختی با مرتبه پی به علاوه یک برقراره، که میگیم که حتما این درخت با مرتبه پی به علاوه یک باید دست کم دو رأس با درجه یک داشته باشه. اگه هیچ رأسی با درجه یک نداشته باشه یا فقط یه دونه رأس از درجه یک داشته باشه، ما ثابت میکنیم که به تناقض میخوریم، در نتیجه حتما باید دست کم دو رأس داشته باشه. حالا چجوری اینو ثابت میکنیم؟ حالت اول گفتیم که حالتیه که مثلا تنها یک رأس با درجه یک داره. در اون صورت قبول داریم که مثلا یه رأسی که با درجه یک باشه اینجوریه دیگه، از این طریق به بقیه گراف متصله. قبول داریم که من میتونم بدون اینکه تأثیری رو بقیه گراف بذارم این رأس و یال تنها یال گذرنده ازش رو از گراف حذف کنم. درسته تأثیری رو بقیه گراف نمیذاره که درجهش یکه، اون یالی که ازش میگذره رو حذف میکنم. در این صورت گرافی که باقی میمونه گرافی از مرتبه پی خواهد بود، چون گراف از اول پی برابر یک بود و یکیشو حذف کردیم. ولی اینجا با استفاده از فرض استقرا میدونید که ما گفتیم قضیه برای هر درختی با مرتبه پی درسته، یعنی این درختی که باقی میمونه دست کم دو رأس با درجه یک داره. پس این که به تناقض رسیدیم دیگه، ما از اول فرض کرده بودیم این چیزی که اینجا کشتیم تنها یه رأس با درجه یک داره، ولی الان ثابت شد که اگه اونو حذف کنیم فقط دو تا رأس با درجه یک این تو هست، در نتیجه اینجا به تناقض خوردیم. پس حالت یک رد شد. حالت دو چطور؟ حالت دو حالتیه که هیچ رأسی با درجه یک نداشته باشه. ببینیم این حالت هم به تناقض میخوره یا نه. خب اگه این گراف هیچ رأسی با درجه یک نداشته باشه اینجوریه دیگه، پس هر گرافی مثلا مینیمم درجهش دو هست. پس فرض کنیم مثلا من میام از یک رأس این گراف شروع بکنم، به این طریق یه مسیری رو تشکیل بدم که برم از یه یالیش به یه رأس جدیدی برسم، بعد از اون رأس جدید یه یال دیگه ای رو طی بکنم، که این همیشه ممکنه دیگه، چون فرضمون هست که همه رأساش درجهشون بزرگتر از دوه. دانش یه یال جدیدی رو انتخاب میکنم میرم جلو و به همین ترتیب به این که رسیدم یه یال جدیدی رو انتخاب میکنم میرم جلو و به همین ترتیب. ولی چون درخت ما بی نهایت نیست این کار باید یه جایی متوقف شه، نمیشه که تا بی نهایت بره. و این کار کی متوقف میشه؟ فقط وقتی متوقف میشه که این رأس آخری که دیگه بهش رسیدیم با رأس اول مجاور باشه، چون این رأس که نمیتونه یه رأسی باشه که درجهش یک باشه، گفتیم هیچ رأسی با درجه یک نداره و این کارم بالاخره یه جایی باید تموم بشه. درجه فقط وقتی تموم میشه که این یال جدیدش ما رو برگردونه به همون رأس اولیه که این تشکیل دور داد و ما گفتیم که این تناقضه، چون از اول فرض کرده بودیم که یه درختیه از مرتبه پی علاوه یک. پس دیدیم که هر دو حالت به تناقض خورد، پس در نتیجه این قضیه برای هر درختی با مرتبه پی علاوه یک برقراره. خب میریم سراغ ویژگی سوم یا قضیه سوم که آخرین قضیه این جلسه ما هست. قضیه سه چی میگه؟ قضیه سه میگه که برای هر درخت داریم کیو مساویه با پی منهای یک. یعنی چی؟ یعنی اندازه هر درختی برابر با مرتبهش منهای یک. خب این قضیه جالبه دیگه، این داره به ما میگه که اگه شما مرتبه یه درختی رو بدونین، بدونین که اصلا بدونین آرایش اون درخت چجوریه، چجوری رأسا به هم متصلن، میتونین بگید که اندازهش هست پی منهای یک. حالا بیاین اینو اثبات کنیم. برای اثباتش هم دوباره بیاین از همون ابزار قوی استقرا استفاده کنیم. خب پایه استقرا اینجا چیه؟ فرض کنید درختی که مرتبهش یک باشه، پی مساویه با یک. قبول داری اون وقت این میشه دیگه، هیچ یالی که نمیتونه داشته باشه، یه رأس فقط دیگه. اینجا میتونیم ببینیم که خیلی راحت کیوش پس برابر صفره که مساویه همون پی منهای یک هست. پس این رابطه برای پایه استقرا برقراره. فرض استقرا رو پس با هم تشکیل بدیم، یه قدم بریم جلوتر. فرض استقرا این هست که برای هر درخت از مرتبه پی این برقراره. یعنی کیو مساویه با
کیه منهای یک. حالا میخوایم ببینیم آیا برای هر درخت از مرتبه کیه به علاوه یک برقرار هست یا نه. خب برای اینکه اینو اثبات کنیم بیایم از قضیه قبل استفاده کنیم. ببینید این درخت از مرتبه پیه به علاوه یک طبق قضیه قبلی حتما یه رأس از درجه یک مینیموم داره دیگه. تازه اون قضیه میگفت دست کم دو رأس داره، ولی حالا شما یکی از اون دو رأس رو فرض کنید، اینجوریه دیگه، درجهش یکه، با یه یال به یه رأسی متصله و همینجور بقیه گراف. پس شما میتونید بدون اینکه تأثیری رو بقیه درخت بگذارید این یال و رأس مربوط بهش رو حذف کنید و اینجا یک درخت باقی میمونه از مرتبه پی. قبول دارین؟ مرتبه از اول پی برابر یک بود اون و میدونستیم که حداقل یک رأس با درجه یک رو داره اون رأس و یالش رو حذف کردیم. حالا با استفاده از فرض استقرا میدونیم که برای این گراف باقی موندهش کیو، حالا ازش رو میذاریم کیو پریم، برابر با پی منهای یک هست. درسته این که با استفاده از فرضشه. در نتیجه وقتی اون رأس و یالش رو برگردونیم کیو یعنی اندازه جدیدمون برابر با پی منهای یک به علاوه اون یالی که اضافه شده میشه که برابر با پی، و این همین چیزی که میخواستیم اثبات کنیم. برای درخت با مرتبه پی به علاوه کیو باید میشد پی به علاوه یک منهای یک یا همون پی. پس این هم درست است. خب این هم از درس جلسه امروز ما. تو کلاس درس بعدی میبینمتون.